بسم الله الرحمن الرحيم. پدر عزیز، مادر عزیز، خودت باید اهل عمل باشی اول از همه. دختر حضرت امام الان تهران هست، خانم مصطفوی، دختر مرحوم امام راحل عظیم الشأنمون، ایشون میگفت ما که بچه بودیم امام خیلی با ما دعوا مرافعه نمیکرد برای نماز خوندن که رگ گردن کلوف بکنه بدو دنبال ما وایسید نمازتونو بخونید. نه، به ما میگفت بچه ها بازیتونو بکنید، تفریحتونو بکنید، بگو بخندتونو داشته باشید، ولی اول وقت نماز وقتی خدا داره دعوتتون میکنه میگه حی علی الصلاة، کارهای دیگه تونو بذارید کنار. دختر امام میگفت همین یه جمله ما رو بس بود، چون میدونستیم کسی داره این حرفو میزنه که تو کل عمرش هر موقع صدای اذان میاد خودش تپش قلب میگیره، دیگه نمیتونه بشینه، خودش اهل عمله. تو مهمترین جلسه کشوری یا لشکری اگر بود، حضرت امام صدای اذان که میومد آستینشو میزد بالا، بلند میشد، آماده میشد برای وضو گرفتن و نماز خوندن. میگفت خدا داره میگه بیایید، دیگه شما چی میگید اینجا نشستید؟ ایشون میگفت اگر امام به ما یک کلمه میگفت بچه ها حرف خودتون رو بزنید، حرف دیگران رو نزنید، غیبت نکنید، اگه یک کلمه میگفت ما رو بس بود، چون میدونستیم کسی داره این حرف رو میزنه که تو کل عمرش غیبت نکرده. من خودم شنیدم از آیت الله مظاهری در اصفهان، خود بنده شنیدم، آیت مظاهری خب شاگرد امام بود، میگفت قبل از سال 42 که امام هنوز قم بود، یه روز از خونهشون صبح اومد برای محل تدریس برای اینکه درس بده، تو راه شنید که یکی از شاگرداش، یکی از طلبه ها غیبت کرده، غیبت یک کسی رو کرده. میگفت امام به محض اینکه این رو شنید ریخ به هم دیگه، نتونست بیاد درس، حالش بد شد، برگشت خونه، یه تب مالتی داشت، اون تب مالت عود کرد تا 3 روز تو خونه افتاد. شاگرد من غیبت بکنه، همون غیبتی که اشد من الزنا. دختر امام میگفت امام خودش اهل عمل بود، واسه همین هم یه جمله به ما میگفت تا عمق جان ما اثر میکرد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على